دوست گرامی، امروز شنبه 26 سپتامبر 2020 میلادی هست و از لس آنجلس با شما صحبت می کنم. عنوان صحبتم اگر امروز آخرین روز زندگیم بود. برای شما دوست گرامی طول عمر با عزت و برکت خواهانم، ولی واقعیت این است که همه ما دیر یا زود از این دنیای پوچ خواهیم رفت. کلمه ای که در زمان قبل از مرگ بسیار میشنویم ای کاش، یا کلمه کاش است. کاش این کار را میکردم، کاش این کار را نمیکردم، کاش این حرف را میزدم، ای کاش این حرف را نمیزدم. ولی در پایان عمر وقتی از این دنیا به دنیای جاوید میرویم، گفتن کلمه کاش خیلی غمناک است، ولی هیچ چیز را عوض نمی کن. اگر امروز آخرین روز زندگیم بود چه می کردم؟ اگر نجات جاودانی نیافته بودم، فوراً عیسی مسیح رو به عنوان منجی و خداوند زندگیم می پذیرفتم. از گناهانم عمیقاً توبه می کردم و از عیسی مسیح خداوند می خواستم که با خون قدوسش که در حدود 2000 سال پیش بر صلیبی در جلجتا در شهر اورشلیم ریخته شد، گناهانم را بشوید و پاک سازد. از اون میخواستم که توسط روح القدس، روح قدوس خدا، روح مرده منو، چون گناه روح ما را میکشه، روح مرده من را زنده بکنه، که عیسی مسیح اون را میگه تولد تازه، و اسم منو در دفتر حیاتش با انگشت خودش بمیسه و من فرزند خدای آسمان ها بشم، عضو خانواده خدا. کلام خدا می فرماید در اعمال رسولان باب 4 آیه 12، در هیچ کس جز او، یعنی در عیسی مسیح، جز در عیسی مسیح نجات نیست، زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم. تنها راه رسیدن به آسمان، تنها راه پاکی از گناه، ایمان آوردن به عیسی مسیح است. پولس رسول در رساله رومیان باب 10 آیه 9 اینطور می فرماید که اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. اگر امروز آخرین روز زندگیم بود، همه کسانی را که به من خطا کرده بودند، خیانت کرده بودند، بدی کرده بودند، تهمت‌های ناروا به من زده بودند، می‌بخشیدم. با شتاب و با عجله این کار را می‌کردم، چون دیگر وقتی برایم نبود. این کار را می‌کردم چون کاری بسیار مهم و حیاتی. خود عیسی مسیح خداوند در انجیل متی فصل 6 آیات 14 و 15 اینطور می‌فرماید: زیرا اگر خطایای مردم را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید. امروز اگر آخرین روز زندگیم بود، من همه اونها را که به من خطا کرده بودن فوراً با شتاب عجله می‌بخشیدم، چون دارم پیش خدا میرم و اگر نبخشم، خدای پدر هم گناهان من را نخواهد بخشید و من و هر کس دیگر به بخشش پدر آسمانی فوق‌العاده احتیاج داریم. اگر نمیتونستم ببخشم، از مسیح کمک میخواستم. مسیحی که گفت پدر اینها را ببخش، زیرا نمیدانن چه میکنن، وقتی دستا و پاهای او را بر صلیب میخکوب میکردن. و مسیح مرا قادر میساخت که ببخشم. اگر امروز آخرین روز زندگیم بود، از کسانی که قرض گرفتم و پولشان را خوردم و پس ندادم، معذرت خواهم خواست و فوراً قرض اونها را بازپرداخت خواهم کرد، چون فاجعه خواهد بود که اگر پیش خدا بروم و او مرا کلاهبردار خطاب کند. اگر امروز آخرین روز زندگیم بود، به همسرم، برادران و خواهرانم، فرزندانم و دوستانم میگفتم که دوستشان دارم و برای من پر ارزش هستند. به بعضی از آنها خواهم گفت که به وجودشان افتخار میکنم. به بعضی ها میخواهم بگویم چقدر
باعث تشویق و دلگرمی من بودند. خواهم خواست که کارهای عالی آنها را به یادشان بیاورم. اگر امروز آخرین روز زندگیم بود، خواهم خواست که بهترین هدایایم را به کار خدا بدهم، به مستمندان کمک کنم، از مالم به کسانی بدهم که دوستشان دارم و قابل اعتماد من هستند و به کمک من احتیاج دارم. خواهم خواست دست چند نفر را بگیرم و بلندشان کنم. اگر امروز آخرین روز زندگی من باشد، دوست دارم با چند نفر تماس بگیرم و از رفتار بدی که احیاناً با آنها کردم، اگر کردم، معذرت بخواهم. از آنها خواهش خواهم کرد که مرا ببخشند. به آنها میگویم که اشتباه کردم. اشتباهم را توجیه نخواهم کرد. دیگران را در کار اشتباه خودم مقصر نخواهم دونست. این کار را خواهم کرد اگرچه به من نگویند که مرا میبخشند. بگذار آنها بدانند بعداً که من از کرده خود پشیمانم. عمیقاً. اگر امروز آخرین روز زندگیم بود، نمیخواستم وقتی از این دنیا بروم قلبهای شکسته را به جا گذاشته باشم. اگر امروز آخرین روز زندگیم بود، خیلی از کتابهایم را که پر ارزشترین داراییم هست به دیگران که اهل کتابند هدیه میدادم. کراواتهای نو و پیراهنهای نو و جورابهای نو ام را به دیگران هدیه میدادم که مورد استفاده قرار بگیره. چیزهای بی ارزش را در ظرف آشغال میریختم، ولی چیزهای با ارزش را به عزیزانم هدیه میدادم. اگر امروز آخرین روز زندگیم بود، مهمترین صحبتهایم را با خانواده، دوستان و عزیزانم در میان میگذاشتم. با آنام میگفتم که اگر مالی دارم با آن چه کنند. سعی میکردم همه چیز زندگیم را راست و ریس و درست بکنم. چیزهای اضافی را دور میریختم تا وقتی از دنیا رفتم عزیزان و مخصوصا فرزندانم را در مشکل قرار ندم. اگر امروز آخرین روز زندگیم بود، با بعضیا تماس میگرفتم و به آنها بشارت میدادم. به کسانی که همیشه خواستم به اونها بشارت بدم، ولی هیچ وقت به اونها بشارت ندادم. نمیخواستم از این دنیا بروم، ولی خون آنها بر سرم سنگینی کند. اگر امروز آخرین روز زندگیم بود، سعی میکردم مهمترین کارهایم را انجام بدم و بی اهمیتترین کارها را اصلا فراموش میکردم. میخواستم محبت کنم، برکت بدهم، به آنها هدیه بدهم، تشویقشان کنم، دلگرمشان سازم و احترامشان کنم. اگر امروز آخرین روز زندگیم بود، به عزیزانم به ویژه به فرزندانم میگفتم که وقتی از این دنیا میروم آزادن که اگه بخوان گریه کنند، ولی بدانند که من با غم از این دنیا نمیروم، با شادی بسیار میروم، با امید، با انتظار، با هیجان، چون در حضور خدا عزیزانم را خواهم دید، پدر و مادر عزیزم را، خواهرانم را، همسرم آجر را که عمری عاشقانه عاشقش بودم و هنوز هستم، مردان بزرگ کتاب مقدس و تاریخ را، نوح را، ابراهیم را، موسی را، دانیال را، استر را، نهمیا، پولس، پتروس و یوحنا را، و برتر از همه خداوندم عیسی مسیح را. به آنها میگویم که برای من سوگواری نکنند، چون من به جایی میروم که در آنجا اشک و درد و مرض و مرگ وجود ندارد، گناه وجود ندارد، بلکه شادی و آرامش در حضور خدا تا ابدالآباد. به فرزندانم میگفتم که در مراسم تدفینم سرودهای شاد و سرودهای پیروزی بخوانند، چون من به آرزوی خودم در نهایت رسیدم. دوست گرامی، لازم نیست که امروز آخرین روز زندگیت باشد که این کارها را بکنی. از همین امروز شروع کن به انجام کارهایی که می کردی اگر امروز آخرین روز زندگیت بود. یک نفر خیلی زیبا گفته است: طوری زندگی کن مثل اینکه امروز آخرین روز زندگیت باشد، ولی طوری برای آینده برنامه ریزی کن گویی هنوز مدت‌ها وقت داری. دوست عزیزم، دعایم این است که من و تو
وقتی از این دنیا رفتیم کلمه کاش را به کار نبریم. پولس بزرگترین رسول خداوند ما عیسی مسیح وقتی فهمید که به زودی از این دنیا خواهد رفت این چنین گفت و این رو در دوم تیموتائوس باب 4 آیه 6 تا 8 می‌خوانیم. زیرا من هم اکنون همچون هدیه ریختنی در حال ریخته شدنم و زمان رحلتم فرا رسیده است. جنگ نیکو را جنگیدم، مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشتم. اکنون تاج پارسایی برایم آماده است، تاجی که خداوند آن را در تاجی که خداوند آن داور عادل در آن روز به من عطا خواهد کرد و نه تنها به من بلکه به همه آنان که مشتاق ظهور او بودند. و فیلیپیان باب 1 آیه 21 میگوید زیرا مرا زیستن مسیح است و مردن سود. در پایان عزیزان من، هنوز میخواهم زنده باشم و خدا را خدمت کنم و قوم او را و عزیزانم را. قصد رفتن فعلا ندارم، اگرچه زندگی در دست ما نیست، ولی میخواهم هر روز طوری زندگی کنم گویی امروز ممکنه آخرین روز زندگیم باشد. خدایا بینندگان و شنوندگان عزیز مرا فیض ببخش که درست زندگی کنیم. اگر بعضی کارها را نکنیم مهم نیست، ولی دعا می کنم که با فیض روح القدس مهمترین کارها را انجام بدهیم تا بدون کاش و ای کاش و سربلند به حضور تو بیاییم ای خداوند. در نام خداوند ما عیسی مسیح، آمین. بهترین ها را برای شما و برای عزیزانتون از خداوند خواهانم.